قصد دارم راهکارهایی برای درمان کمخونی رو برای شما توضیح بدم. کمخونی یا آنمی در اثر کاهش هموگلوبین های موجود در خون ایجاد میشه که البته میتونه باعث کاهش تعداد گلبول های قرمز خون نیز بشه. و اما راهکارهای درمان آن. مورد اول، افسنتین گیاهی شفابخش که هم به طور وحشی میروید و هم آن را کشت میکنند و به راحتی میتوانید آن را از عطاری ها تهیه کنید. 5 تا 6 گرم از برگ این گیاه را در 1 لیتر آب جوش بریزید و چند دقیقه آن را بجوشانید و بعد بگذارید خنک شود. آن را صاف کرده و با کمی عسل شیرین کرده و قبل از نهار و شام 1 فنجان از آن را میل کنید. این جوشانده برای درمان کمخونی لاغری بسیار مؤثر است. مورد دوم، انگور به علت داشتن آهن، منگنز و منیزیم برای درمان کمخونی بسیار مؤثر است. البته انگور شیرین با پوست نازک. مورد سوم، نوشیدن روزانه 3 تا 5 فنجان شربت بارهنگ کمخونی را از بین میبره. مورد چهارم، 20 گرم از آب تره را با عسل مخلوط کرده و روزانه 2 تا 3 فنجان از آن را میل کنید که درمان کامل خوبی برای کمخونی است. مورد پنجم، 20 گرم جو پوست کنده را در 1 لیتر آب سرد بریزید و بجوشانید و آب اول آن را دور ریخته و دوباره 1 لیتر آب روی آن بریزید و 1 رو بجوشانید و صاف کنید و پس از هر وعده غذا 1 فنجان از آن را بنوشید. مورد ششم، کسانی که دچار کمخونی هستند 1 روز در میان بعد از وعده غذایی 5 یا 6 عدد فندق خام بخورند. مورد ششم، برگ های کلم سبز و قرمز خام را به صورت سالاد قبل از هر وعده غذایی میل کنید. برگ های کلم دارای کلسیم و گوگرد فراوان بوده و بسیار برای کمخونی مفید است. مورد هفتم، جوشانده برگ یا پوست گردو بهترین دارو برای کمخونی است. مورد هشتم، 20 تا 30 گرم از برگ‌های خشک گزنه را در 0.5 لیتر آب سرد بریزید و 3 تا 5 دقیقه بجوشانید و سپس 10 دقیقه کنار بگذارید تا دم بکشد. بعد آن را صاف کنید و روزی 3 یا 4 بار و هر بار 1 فنجان از آن را بنوشید که برای کمخونی بسیار مؤثر است. مورد نهم، حدود 5 گرم از ریشه خشک ریواس را به صورت پودر درآورید و داخل 1 لیوان آب ولرم حل کنید و با عسل شیرین کنید و خوب هم بزنید و هر روز قبل از غذا 1 فنجان از آن را بنوشید. ممنونم از اینکه ما را همراهی کردید. اگر این ویدیو را دوست داشتید حتما ما را در یوتیوب سابسکرایب کنید.